مجددا خدمت شما سلام عرض می کنم. در کنار من علی اسکر لالی، مدیر عمومی تیم ملی فوتبال افغانستان و سرپرست کنونی تیم ملی فوتبال افغانستان هست، کسی که اخیرا در کاردار انتخاباتی فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داشت اما کنار رفت و حالا دوباره در پستی در تیم ملی فوتبال افغانستان ایفای وظیفه میکنه و امروز هم به صورت رسمی قرارداد خودش امضا کرد به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان، یا میتونیم بگیم مدیر عمومی تیم های ملی فوتبال افغانستان. امروز در جریان نشست خبری معرفی کادر فنی تیم ملی خیلی از سوال های ژورنالیست ها ماند و به هر حال با توجه به چند سوال بی ربطی که پرسان شد پرس کنفرانس به هم خورد و نتونستیم خیلی از سوال های فنی را از سرمربی تیم داشته باشیم. اما خب با توجه به اینکه خود آقای فیستر هم اشاره کردن که آقای لالی صحبت میکنن و فدراسیون فوتبال هم آقای لالی رو معرفی کرده، در این گفتگو اختصاصی در مورد برنامه تیم ملی فوتبال افغانستان، آشنایی بیشتر با اوتو فیستر و از همه مهمتر اینکه تیم ملی با چه روی کردی در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا خواهد ایستاد صحبت میکنیم با علی اسکر لالی، کمک مربی سابق تیم ملی و مدیر عمومی تیم ملی فوتبال افغانستان که اینجا در کنار هستن. تشکر. اولا تبریک میگم پست جدید برای شما. شما دیگه در این حوزه‌های مختلف در فوتبال افغانستان کار کردین، حالا هم مدیر عمومی تیم ملی فوتبال افغانستان. تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز شما. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. خوشحال هستم که بازم در خدمت فوتبال کشور هستم و در خدمت شما هستم. ما سوالی که دارین میتونین مطرح کنین. تشکر. استاد، امروز هرچند یک سری صحبت ها شد و خیلی ها نگران بازی دوستانه تیم ملی بودن، خب بیان کمک که در مورد برنامه تیم ملی صحبت بکنیم مفصل و دنبال آسیا خیلی نمیگردیم، مشخصا بیان در مورد بازی ویتنام و برنامه که داریم و لیستی که جور شده و توضیح بدیم که با چی روی کرده ما حداقل میریم به صف ویتنام باز تا مرحلات بعدی. خب ما اول باید بگویم که ما از مدت زمان زیاد با آقای فیستر در تماس هستیم. ما با اجنتش کنار آمده بودیم، در بسیاری مسائل کنار آمده بودیم، به خاطر ما همکاری خود شروع کرده بودیم با آقای فیستر از دیر زمان. اونا از بازیکنان با بازیکنان آشنایی کامل دارن، من یک لیست مکمل از تمام بازیکنان تقریبا 51 بازیکن ما لیست با تمام پروفایلشان و تمام سابقهشان با لینک هایی که مربوط هر بازیکن میشد برش فرستاده بودیم و در این مدت مطالعات زیاد کرده در قسمت بازیکنان و مربی با تجربه است و کارهایی که میکنه یک باید بگویم که همیشه یک چیز داره، یک چگونگی کار خود کاملا بلد است. با بازیکنان فعلا آشناست تا اندازه‌ای که ممکن است، به می خاطر اونا چیز خواهشان بود که یک هفته قبل از اینکه ما کدام مسابقه دوستانه میگیریم یک هفته باید تیم در اختیارش باشه که در اون یک هفته آشنایی کامل از امو اخلاق بچه ها، از کاراکتر بچه ها و همچنان از سبک بازی که میخواید او را پیاده کنه، او را با بچه ها در میان بگذاره. در این قسمت یک هفته خواستار یک هفته اردوگاه شده بود که ما این را برش میسر ساختیم. بعد از او گفت ما میتونیم بعد از او یک مسابقه دوستانه داشته باشیم که او را برش میسر ساختیم و برنامه طور است که قبل از مسابقه با ویتنام ما در دوحه یک اردوگاه یک هفته ای داریم که بعد از یک هفته در تاریخ 23 ماه مارچ مسابقه دوستانه با سنگاپور داره بعد از او عظیم تاجیکستان میشه اونجا تقریبا در 4 روز بعدش مسابقه ما با ویتنام است. آقای لالی، امروز پرسان نشد در مورد تاکتیک آقای فیستر، خودشان شما شنوی دارین چه تفکرات تاکتیکی داره آقای فیستر، هجومی دفاعی و با چه بازیکن مد نظر داره و سبک فوتبال آقای فیستر چطور بوده؟ با توجه به اینکه بیشترین دوران حضور فیستر برمیگرده به کشورهای قاره آفریقا، خب سطح فوتبال قاره آفریقا سرعت بسیار سرعتی و بسیار فیزیکی قدرتی، آیا این پتانسیل در فوتبال افغانستان هست که آقای فیستر آیا همون تاکتیک پیاده میکنه و با چی تاکتیک میخواد در تیم ملی فوتبال افغانستان کار بکنه؟
آقای پیستر تربیت شده مکتب فوتبال آلمان است و همیشه به قول امروز بگوییم اپدیت شدگی است با فوتبال مدرن. آشنایی خوب با مربی دورتموند داره و تقریبا به مو سبک فکر میکنه، یعنی همیشه میخواید بال اورینتد یا بازی در مسیر توپ بازی کنه و زمانی که توپ می بازیم در همو نقطه میدان ما باید پس توپ تصاحب کنیم. عریف زیر فشار بیلیم یکی از فلسفه‌هاش است که یعنی بسیار سرعتی بازی میشه و بسیار پرسینگ در اون نقطه که توپ می بازیم باید در ظرف 5 تا 6 7 ثانیه باید ما پس توپ تصاحب کنیم. اگر نتونستیم باید پس در حالت دفاعی برگردیمی تقریبا شکل چیز بازیش هست. متفاوته با فلسفه بازی شگرت اسکلیجیت؟ تقریبا با اسکلیجیت زیادتر شباهت داره از شگرت کرده. و حالا چقدر شما به عنوان کسی که حالا فوتبال افغانستان مثل کف دست میشناسین و آشنایی دارین، آیا فکر میکنین حالا مسئله سن و سالش هم من مطرح نمیکنم، من خیلی خوشبین به این مسئله، یعنی خیلی باورمند نیستم سن و سال، کارنامه مهم است تا سن و سال. این مسئله من نمیخوام سوال بکنم که سن و سالش، اما فکر میکنین که فیستاره که در قاره آفریقا مربیگری کرده، صاحب سبک فوتبال آلمان هست، در تیم ملی فوتبال افغانستان و قاره آسیا، با توجه به شرایط فدراسیون فوتبال، امکانات ما و بک‌گراند گذشته ما، حاشیه‌ای که داریم، میتونه کار بکنه و هدف ما صعود به جام ملت‌های آسیا است؟ من فکر میکنم چالشی داره، سخته یا نه؟ نه، کارش اونقدر سخت نیست. صحبتایی که ما باهاش داشتیم این شکلی که افغانستان کار میکنه، بازیکنان زیادش در خارج از کشور، در چندین مملکتی که این موضوع با این موضوع روبرو بوده و با چالش هایی که در تیم ملی افغانستان با او روبروس، با این چالش ها کاملا آشنایی داره و من فکر میکنم که همین تجربه از بر ما خوب است. در مدت کوتاهی که ما یک مربی ضرورت داریم که بتونه ما را به جام ملت‌های آسیا برسانه، باید مربی باشه که تجربه کافی داشته باشه. ما در این مدت یعنی تو یک مربی را ضرورت داریم، شاید بعد ضربتی کار کنه که ضربتی کار کنه و از تجربهش ما بتونیم استفاده عظیمی رو ببریم که بتونیم فرصت را که به ما مساعد شده یک فرصت عزیز ندیم. شاید مربیای دیگه هم باشه، اما ما نمیخواستیم که اشتباهی را کنیم که کسی را بیاریم که شاید سبک بازی خوب داشته باشه، سبکش بهتر باشه یا جوانتر باشه، منتها آشنایی با روی بازیکنان ما نداشته باشه، آشنایی با امو طرز تفکر ما نداشته باشه. با تمام ممالک که بوده با این چالش ها روبرو بوده، در تیم‌های بزرگ مثل عربستان سعودی مثلا اینا ترنری کردن، در افریقا زیاد ترنری کردن، مشکلات درونی فدراسیون آرام بلد است و صحبتایی که ما زیاد کردیم، زیاد صحبت کردیم در همه موارد، ما فکر میکنیم که یک گزینه خوب است که میتونه ما را دمی مقطع زبانی بزرگترین کمک کنه. در مورد لیست جدیدی که تشکیل شده، 38 نفر میرن به اردوی قطر و 23 نفر انتخاب میشن بر بازی ویتنام، آقای فیستر هم نقش داشته در انتخاب بازیکن‌ها یا نه؟ من پیشترم یک اشاره کردم در قسمت از این که پیش از این که ما اینا به کار گماشته شدن، ما همکاری خود آغاز کرده بودیم. من لیست 51 بازیکنی که در سابق هم در تیم ملی بودن، کسایی که میتونستن از طریق مثلا در لیست ما کسایی مثل که فیصل سخی‌زاده بود که سابق در تیم ملی بود که مورد توجه آقای فیستر قرار گرفت و در 38 نفر گذاشتش. مثلا بازیکن مثل بلال آرزو هم در لیست ما بود که من فکر میکنم با سوالایی که از اونها کردم نظر از اونا بود که در ما در خط حمله بازیکنان خیلی بهتر داریم از بلال آرزو کرده، به اون خاطر اونا را در نقش داشته در لیست کاملا. بله، این اشتباه را من دیگه نمی کنم که بدون مشوره با همه کار شده. من فکر می کنم که باید نقش انوش دستگیر باید بسیار برازنده شده، نقش منصور فقیریار
برازنده تر شود. اینا باید بیاموزن و چیز واضح است که باید سرمربی کشور نقش عمده داشته باشد. وظیفه‌اش است که باید تیم آماده بسازه و باید اولین کسی باشه که تیم انتخاب میکنه. و در 25 بازیکنی که قرار است در نهایتش انتخاب شوند فقط فیستر نقش میداشته باشه با کمک بدون بک‌گراند گذشته، یعنی تمرین و به قول هنوز ترانسفر مارکت و پروفایل بازی کنم. پروفایل بازی کنه فعلا در بازی قطر نمیتونه روی تمرینشون چیز کنه. در اردوگاه قطر ما نمیتونیم تمام 38 بازیکن دعوت کنیم. بله. از این 38 بازیکن یک تعداد بازیکن رو دعوت میکنه خودش نظر به ضرورتی که داره. البته با مشوره ما آقای انوش همچنان منصور فقیریار با توجه به نیازی که تیم ملی داره، بله با توجه به نیازی که برای از این مسابقه که در پیش روی داریم، برای مسابقاتی که در پیش روی داریم 25 بازی کنه قرار است که دعوت کنه. ما قرار است که بعد از اینکه ما آلمان میریم ملاقات داشته باشیم در این نزدیکی ها در او 25 بازی کنه اینا تعیین کنن با مشوری هست تمام کسایی که در زیدخ هستیم در سطح رهبری تیم و برای اینا دعوت شدن برای اردوگاه قطر که در اونجا باز اونا بازیکنان نمیبینن و بازیکنان باز بذوقشون شاید اونا رو تغییر بده نظر و پروفایلی که در اختیارش هست از بازیکنان دیگر جایگزین از اونا کنه. استاد برای اوتوفیستر کادر فنی و شما چقدر داشتن باشگاه مهمه؟ یعنی یک بازیکن در یک باشگاه نامدار در یک لیگ معتبر بازی بکنه و شانس گرفتن در لیگ هم معتبره. مثلا به طور مثال من میگم فرشاد نور و امید پاپرزای دو بازیکن خوب ما مثال زنده هستن در لیگ دوی هلند در 3 بازی گذشته شانس نگرفتن در ترکیب تیم، اما عباسین الخیل خیبر امانی و زبیر امیری در لیگ 5 آلمان حسن لیگا در بازی های تدارکاتی هم در ترکیب اصلی هستن گل هم میزنن. این مسئله در گذشته خیلی کم در تیم ملی بوده، بازیکنان داشتن که اصلا کلاب نداشتن دعوت شدن. حالا چقدر برای کادر فنی جدید و فیستر حضور در تیم و باشگاه و شانس گرفتن در لیگ ها معتبر و ارزش داره در اولویت قرار داره؟ در همین دو روز آخر زیادترین تاکید آقای فیستر روی زمین بود که او بازیکنان دوست داره که باشگاه داشته باشن بازی کنن. ما باز پرسیدم چقدر بازی کنن، گفت مهم نیست که چقدر بازی میکنن، در ترکیب تیم باید گنجانده شه. اگر ترکیب اصلی در ترکیب تیم یعنی بازی داد اگه 20 دقیقه بازی میکنن یا 70 دقیقه بازی میکنن 90 دقیقه بازی میکنن مقصد بازی کنن یا در یعنی آماده از نگاه فیزیکی آمادگی کامل داشته باشن. میگه بازی کنن لیگ ها معتبر است، چیز واضح است که لیگ معتبر برایش مهم است در بشرطی که در لیگ معتبر او هم بازی کنه، نه که اسمش در لیگ باشه اما در لیگ بازی نکنه، هیچ بازی نکرده باشه. در این موضوع زیاد تاکید دارم. من فکر میکنم که تنها زیادتر روی تاکیدش روی بازیکنان است که همیشه بازی میکنن و همیشه در باشگاهش خود زیادترین بازی رو دارن، چون میگه که ما وقتی میتونیم از تاکتیک خود و از تکنیک خود استفاده کنیم که از نگاه فیزیکی، از نگاه توانایی فیزیکی ما آمادگی کامل داشته باشیم. یک سوال خیلی مهم استاد که فکر میکنم دغدغه خیلی از مردم هم هست، آیا استقلال داره کادر فنی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان؟ من فکر میکنم کل سوال ما رو گرفتین، چون در گذشته یک سری شایعاتی بود که فدراسیون دخالت بکنه در امور تیم ملی. با توجه به که شما مالا جزئی از فدراسیون فوتبالین و با تغییرات وارد فدراسیون شدین دوباره و مدیر عمومی تیم ملی فوتبال افغانستان شدین و طرحی هم که شما داده بودین اینکه تیم ملی باید مستقل کار بکنه و هیچ گونه دخالتی در کار کادر فنی صورت نگیره، این مسئله چقدر میتونه برای شما امیدوار کننده باشه در ادامه؟ استقلالیتی که ما از او حرف میزنم استقلالیت یعنی خارج از تصامیم فدراسیون نیست، یعنی فدراسیون باید در پشت تیم ملی خود استاد باشه، باید با تیم ملی همکار باشه، با کادر فنی تیم ملی همکار باشه، اما در قسمت برنامه های تیم ملی باید خود تیم ملی استقلالیت خود داشته باشه که در این قسمت فدراسیون با ما همکار است، فعلا همکاری های خوب میکنه، دست باز دارم. من فکر میکنم برای اولین بار است که ما تا برای یک سال برنامه خود ریختیم و میتونیم بگوییم که ما یک سال میتونیم براتون بگوییم که
تا آخر 2017 ما چی برنامه های داریم فکر میکنیم که گفت 4 تا بازی هم امانگ شده 4 بازی 3 بازیش کاملا امانگ شده یک بازی دیگهش تقریبا امانگ شده بعضی چیزهای خورده ریزیست که خب تیمایست مثل تاجیکستان امانگ شده تایلند امانگ شده تیم لبنان تا اندازه هماهنگ شده و تیم سنگاپور که میدان کم شده یعنی در مقابله بازی‌های بعدی جام مقدماتی جام ما قبل از هر بازی که ما داریم یک بازی دوستانه داریم که در این قسمت ما رو دست باز داده فدراسیون فوتبال افغانستان امو مشکلات فدراسیون فوتبال ما باید درک کنیم ما نمیتونیم که خارج از توان فدراسیون فوتبال برنامه را ترویج کنیم یک چیزی که کاملا باید همه درک کنن اما در چوکات امکانات فدراسیون فوتبال افغانستان ما برنامه خود را ریختیم ان شاء الله برنامه ما مطابق با توانایی است که فدراسیون فوتبال افغانستان داشته باشه استاد من انتقاد دارم از عملکرد کادر فنی تیم گذشته و دوست دارم که دیگه تکرار نشه پارسال آقای شگیر سفرهای متعدد داشت به کشورهای اروپایی به آمریکا رفت و رفت چند بازیکن پیدا کرد صابر عزیزی نور زدران و چند بازیکن دیگر از سوئد و هلند و اینا رو دوباره آورد به تیم ملی دعوت کرد خب یک مسئله نمیفهم البته نظر شما در قسمت چارت است ما در ایران مهاجرین بسیار زیاده داریم استعدادهای فوتبالی فوق العاده زیاده داریم که شما بیشتر از من در جریان مسئله هستین و مسئله است که امیال استخوانبندی تیم ملی فوتبال فوتسال ساحلی افغانستان از مهاجرین افغان در ایران چرا فدراسیون فوتبال و حالا آیا اصلا این پارسال میکنم کادر فنی جدید برای جذب استعداد از بین مهاجرین در ایران اردوی تدارکاتی مسابقات تیم ملی برنامه‌ای برای جذب مهاجرین داره 3 میلیون مهاجر دارن شاید واقعا چرایی باشن که باشن بتونن برای تیم ملی فوتبال بکنن و مشکل مدرک دارن مشکل گذرنامه دارن مهاجر هستن آیا در این قسمت برنامه داره و این خواسته شورای مهاجرین بود که من رسما بر شما اعلام میکنم و از من خواسته شده که سوال از کادر فنی پرسان بکنم ما خودم اگرچه برنامه خاصی فعلا وجود ندارم منتها ما طرح یک طرح دارم در این قسمت طرح ما هم پیشنهاد کردیم به فدراسیون فوتبال افغانستان ما زیادتر تاکید ما هم روی از این بوده که ما میتونیم از یک پتانسیلی که در ایران هست از این استفاده خوب کنیم منتها زمینه‌هایش باید ما اول زمینه‌هایش برام بسازیم که بازیکنانی که در ایران هستن بتونن در باشگاه‌های ایران فوتبال کنن که برای ما کار آسان شد که میتونیم بازیکنان از طریق باشگاهشون جذب کنیم مثل که در اروپا میکنیم و این کار باید بین فدراسیون فوتبال افغانستان بین فدراسیون ایران فوتبال ایران حل شود بعضی صحبت های خرد کوتاه شده در راستای از این طرح با فدراسیون فوتبال ایران از طرف فدراسیون فوتبال من تا هنوز نظر به مشکلاتی که مشکلات امی انتخابات فدراسیون فوتبال است و مسائل دیگه که بوده و عدم موجودیت ظرفیت کافی و پرسنل کافی هنوز این درست پیگیری نشده باید شورا دارن در مهاجرین شورا دارن لیگ دارن منظم جمعه به جمعه مسابقات دارن تمرین دارن فکر میکنم کافیه برای دلایل کافی هست برای حضور یک بازیکن در تیم ملی حالا شاید باشگاه رسمی نداشته باشن ولی خب مهاجرن دیگه بله مشکل ما بس کادر فنی امیست که ما نمیتونیم اونا را در تاک یک رای کرده نباشه که چیگونه اینا باید دیده شود ما باید ببینیم اونا را ما بسیاری بازیکنان را اصلا نمیبینیم منتها ما یک ریکارد داریم ازشان از باشگاهشان میفهمیم که باشگاه در کدام سطح است ایده آیا بازی میکنه چند دفعه بازی کرده ریکارد داریم از تمام سالش ما میتونیم از روی ریکارد و از روی پوزیشن بازیش از روی چیزش با او تماس بگیریم باز از نزدیک ببینیم اینمی کارمو کرده نمیتونیم ما نمیتونیم یک بازیکن از قبل شناسایی کنیم همین مرحله شناسایی یک بازیکن برای ما میسر نیست در ایران باید اینمی یک راه پیدا شد که ما بتونیم اول شناسایی کنیم که بعد از او باز تماس بگیریم با ایشان بعد از او باز جذبشان کنیم اول مرحله شناسایی در بازیکنانی که در ایران هستن بسیار سخت است فعلا برای ما باید یک راه پیدا شده در این قسمت استاد من یک سوال دیگه دارم
شایعاتی هست در فیسبوک، صفحات اجتماعی و صفحات پنهانی، در صفحات اجتماعی که میگن شما هنوز با بازیکنانی که در گذشته تیم ملی خدافزی کردن و مشکل داشتن مشکل دارن، و جمله اسلام الدین امیری که در گذشته اکثر تنش‌های بین شما با او بوده، اسلام الدین در بازی تاجیکستان دعوت شد و در این لیست نیست. شما پیشتر یک مسئله خیلی خوب اشاره کردین، گفتین بلال آرزو رو دعوت کرده بودین شما و دعوت نکردم، در لیستی که بر فیستر روان کردم. بله، بالاخره گزینه داده بود. بله. فرزاد عطایی هم فعلا هست. ما فعلا در قسمت اسلام جان امیری چیزی نمیگم، چون بعض مسائل هست که حل شد. این مشکل بین ما و اسلام جان نیست، این مشکل دیگه است که بین فدراسیون و بعض مسائل دیگه است که من نمیتونم در رسانه ها فعلا چیز از او یاد کنم. متاسفانه نمیتونم. یک مشکل وجود داره، مشکل برای فدراسیون فوتبال افغانستان وجود داره و برای ما وجود داره و برای کادر فنی فدراسیون فوتبال، برای کادر فنی تیم ملی و همچنین برای مربی تیم ملی وجود داره که مشکل تا رفع نشه اسلام جان امیری را نمیتونیم دعوت کنیم. من تا روی از این کار میشه، بسیار به شدت کار میشه که ما بتونیم مشکل را رفع کنیم. بعد از اون باز ما میبینیم که آیا اسلام جان امیری امکانات، یعنی توانایی از این داره که بر تیم ملی پدر تیم ملی بخوره. یعنی بعد از اون باز ما فعلا ما ترکیب نمیکنیم اسلام امیری رو بازی هایش و قدر، به خاطر که یک مشکل وجود داره که ما نمیتونیم در تیم ملی جذب کنیم. خب استاد، به عنوان پرسش آخر، توجه به فوتبال داخلی یکی از خواسته های تمام مردم افغانستان، فوتبالیست های داخلی است. ما اگر به هر حال روزی اگر باشه باید متکی باشیم یک روزی به فوتبال داخل افغانستان. به شما هم فکر میکنم به عنوان یک مدرس بین المللی فیفا میفهمید که هر کشور اول باید فوکس بکنه روی فوتبال پایه، روی فوتبال داخل، و بعد تکیه بکنه به بازیکنان. خوب است که ما استعدادها و ظرفیت‌های در خارج داشته باشیم، مشروط برای که فوتبال داخلی قوی داشته باشیم. مربی تیم‌های ملی در گذشته، حالا شرایط امنیتی میتونیم یک دلیل بگذاریم، سفر نکردن به ولایات، به هرات، به مزار، به قندهار، به خوست، به پکتیکا. نمیتونیم بگیم استعداد نداره، نمیتونیم بگیم هرات با این همه نفوس فوتبالی ظرفیت نداره، مزار با این همه نفوس فوتبالی ظرفیت نداره. آیا آقای فیستر شما سر میزنین به هرات، کابل، خوست، پکتیکا؟ من نمیخوام نام ولایت یک چیزی از زبان ما بفته گله بکنم، به ولایت افغانستان میرین برای جذب استعداد ها، حداقل برای توجه به فوتبال داخلی؟ من یکی از کسایی هستم که همیشه میگم ما اگه خود محدود بسازیم بر چند بازیکن از خارج از کشور، فوتبال خود کشتیم. اگه ما بعد از او بخوایم یک کم کلانتر شویم، از کابل تنها خود محدود بسازیم به کابل، باز هم فوتبال خود کشتیم. ما 30 میلیون نفوس داریم که 30 میلیون در ولایت مختلف هست. ما باید زمینه فوتبال در تمام ولایت خود مساعد بسازیم. همیشه شعار ما بوده از روز اولی که آمدیم در فدراسیون فوتبال افغانستان. من فکر نکنم که هیچ کس یک به ولایت رفته باشه که ما رفتیم. شاید ما چند ولایت ندیده باشیم، منطقه اکثر ولایت ما رفتیم، با اکثر ولایت آشنایی کامل دارم، با فوتبالشان، با چگونگی کارشان. منطقه یک معضله بسیار بزرگ است در فعلا در فوتبال افغانستان، همین که ولایت سهم بارز در انکشاف فوتبال ندارن. نقص ساختارهایی است که هست که روی از کار میشه، و همچنان بعضی مسائل دیگه است که مثلا در اکادمیایی که ایجاد شوه باید ولایت مد نظر گرفته شن، در سطح جوانان باید زیادتر در قسمت ولایت، در قسمت رشد استعدادها باید ولایت کار شود، همچنان در لیگ ها باید ولایت سهم بارز بگیرن. این کارهایی است که پیشنهاد ما فعلا به صفت از این که من قبلا میخواستم کاندید باشم، یکی از طرحهای ما بود که زیادتر ولایت بکشانیم در فوتبال افغانستان، سهمشان رو برجسته تر بسازیم تا بتونیم استعدادهایی که در اونجا هست اونا را شناسایی کنیم و رشد بدیم. انشالله با آمدن ما در فدراسیون فوتبال افغانستان، با رویی که ما فعلا دیدم در فدراسیون فوتبال افغانستان،
این آمادگی وجود دارد که ولایت سهمشان بارستر شد در انکشاف فوتبال افغانستان، در تصمیم گیری فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان در قسمت از این که امو منابعی که در خدمت فوتبال افغانستان است در اختیار ولایت هم گذاشته شد. این یک چیز است که تا وقتی که کار نشد، تا منابع به صورت عادلانه‌ش در ولایت تقسیم نشه، ما نمیتونیم سهم ولایت در فوتبال افغانستان بالا ببریم. ما نمیتونیم از ولایت انتظار از این رو داشته باشیم که اونا بازیکنان تربیت کنن و در خدمت فوتبال افغانستان بسید. برحال جالبه دیگه، شما بیشتر از مجرد جریانین حالا بازی اتلتیکو بارسلونا در کوپا دل ری، مربی آرژانتین بخاطر مثلا 3-4 بازیکن آرژانتین میه اسپانیا که مثلا بازیکن آرژانتینی مثلا دو تیم ببینه. یا مثلا خیلی خوب میشه مثلا بگم حالا دو هفته پیش صرافان و سرخپوشان دو تیم خوب ایراد بازی داشتن، یک انگیزه ایجاد میشه مثلا فدراسیون برای اوتو تیکت دایره بگیره برای دو روز بیا ایراد همین بازی رو ببینه، شاید جذب استعداد شه. مثلا بگم بیگ بیار و مثلا یک تیم خوب کابل بان فیروزی ها مثلا، یا تیمی که امسال قهرمان شد آقای مریچل قهرمان کردن، برای یک بازی بیای خیلی جالب میشه که بیان یا بعدل برای یک بازی هم انگیزه ایجاد بکنه، هم یک شوری ایجاد میکنه برای فوتبالیست ها. ما امیدوارم این حداقل در راستای کاری قرار بده. بله چیز واضح است، ما هنوز به نظر من باید بنیادی تر باید کار کنیم. ما باید در لیگ سازی ملی زیادتر روش کار کنیم، لیگ ملی را باید تقویه کنیم، لیگ برتر فوتبال افغانستان باید به لیگ سراسری تبدیل شود و لیگ دوم ایجاد شود تا ما فرصت از این که هر هفته بچه ها مسابقه داشته باشند، هر هفته رفت و برگشت باشد که زمینی از این مساعد باشه برای کنار تیم ملی که بتونه از بازی های مختلف دیدن کنه و بچه های بازی. گفته بودین که شانس دوم هستیم برای جام ملت‌ها، با همین کادر فنی هنوز هم بگین شانس دوم هستیم برای صعود به جام ملت‌ها یا در گروه؟ ولی ما چانس خوبی داریم که بتونیم در جام ملت‌ها. خوشبینیم پس. ما خوشبین هستم. اولین بازی ما سرنوشت ساز برای ما خواهد بود که انشالله سرمایه‌گذاری روی اولین بازی خواهد کردیم. با دعای مردم و با کم چانس میتونیم انشالله این بازی را ببریم، چون آماده برده هستیم، بچه ها آماده هستن، ما آمادگی داریم. اگه بدشانسی نبیاریم دعای مردم پشت ما باشه انشالله که بس بعد اقلا تیم دوم جدول بر جمله تا اساس بود. چند بازیکن خوبم آماده دیگه، ما همون منتظر بازی نوروسین، جبار، شرزه و مازیار، کویار که اصلا همه منتظر بازی هستن و فرشاد نور، ما این 4-5 ستاره هستن که تازه آمدن و همه این منتظر هستن اگر اینا بیان و در ترکیب اصلی همون رقم که آوازه دارن بدرخشن، من فکر میکنم حتی مشاهدش اول هم میتونیم باشیم با توجه به تفاصیلی که داریم، هرچند سخته اما خب دور از انتظارم نیست. بله ما هر چالش رو انشاءالله آماده هستیم که اثر خود برداریم. اردن تیم بسیار قوی است اما غیر قابل شکست نیست. ما تلاش رو خواهد کردیم، منتها ما زیادترین تمرکز ما روی بازی با ویتنام است، بازی که معریف اصلی خود ویتنام میدونیم. بسیار تشکر از علی اسکر لعلی، مدیر عمومی تیم های ملی فوتبال افغانستان، سرپرست برحال تیم ملی، و شما بینندگان عزیز که مصاحبه اختصاصی ما رو با علی اسکر لعلی تماشا کردن. خدا نگهدار. تشکر از